امروز میخوام درباره پیری زودرس یا پروژریا یا سندروم هاچینسون جیلفورد باهاتون صحبت کنم. این یک مریضی ژنتیکه که در سال 1886 در امریکا کشف شد. اسمش از ژرون میاد که به یونانی یعنی پیر. بعد از یک سالگی بچه علایمش معلوم میشه. مو نداره، پوستش خیلی نازکه و خیلی زود پیر میشه و امراض پیری درش پیدا میکنه. Cure. And you say about your mom, she doesn't have a normal job. Yeah, I kind of just want my mom to be done with progeria for her sake, because my mom will keep working forever until progeria is cured. در دنیا فقط 500 تا بچه این مریضی رو دارن و بیشتر از 15 سال عمر نمی کنن. ولی تمدن بهشون اجازه میده که همون عمر رو به بهترین نحو بگذرون. Yeah. And I love it how you had to turn around and help the guy behind you. ببینین در مدرسه این بچه چقدر آروم و خوشبخته و زندگی سالمه. I'm sure there was some simple math going on there, but I just think I was trying to help out. Through the years as Sam engineered his own inventions, his mother was engineering something else, putting together a group of scientists, researchers, and they made a bold discovery. مادر این بچه خودش بیولوژیست بوده و در تمام این سالا سعی کرده درمانی پیدا کنه برای مریضی بچهش. یعنی وا نداده. این علامت تمدنه و این تمدن باعث میشه که ممالک یا کشورها پیشرفت کنند. میخواستم از این موضوع امروز استفاده کنم و بهتون بگم که انسان بودن ربطی به انسانیت نداره. دوست داشتن اون کسایی که با ما فرق دارن، قبول کردنشون و دست به دست هم دیگه دادن جزو انسانیت و جزو ارزش‌های بشری. ارزش‌های بشری اولین پله پیشرفته. این تولد 14 سالگیشه و چند روز بعد از این جریان این بچه فوت کرد. Every time I see Sam, it's sort of a moment. He gets off the bus. It's a moment and I treasure it. There's a lot going on around us that you can easily miss. I really think that I lucked out on the parent lottery. We lucked out on the son lottery. این داستان یه دختری است که همون مریضی رو داره، پروژریا داره، ولی در فیسبوک 13 میلیون فالوور داره و از این زندگی کوتاهش کمال استفاده رو میکنه و خدا در مقابل این مریضی بهش یه شجاعتی، یه دلپاکی و یه شادی داره داده که من ندارم. ما باید یاد بگیریم که اونهایی که مثل ما دنیا نیومدن و فرق دارن دوست داشته باشیم. Like a normal 10-year-old, just try to give her the best life. I'm Adalia and I'm about to be 11, but I'm 10. Thank you. She sees herself as being different. There's days when she goes, I like to do makeup, I like to play Barbies, I like to play on my phone, I like, definitely like to watch videos. I like to play with my brothers. Let's go play, let's see what we're getting through. But sometimes I get a little grumpy, so I guess not. But I basically like everything. Unicorns are my favorite. Because they're pretty, sparkly, pink. What? Your spirit animal is weird too. متاسفانه اینجور مریضی هاست که آدم ها برمیگردونه به اصولهای اصلی زندگی، یعنی محبت کردن، سازندگی کردن، عشق دادن و از هر لحظه زندگی استفاده کردن. بعضی وقتا مردمی که تن سالم دارن یادشون میره که هر لحظه زندگی یه گنجه که آدم باید تو قلبش نگه داره. Alali has a rare aging disorder called progeria. Well, her food's ready. من تو زندگیم خیلی آدم ها دیدم، بزرگ و کوچیک، فقیر و پولدار. ولی وقتی که این فیلمو نگاه میکنم میبینم که این بچه حتی از خود من که فکر میکردم عاقلم از زندگیش بیشتر استفاده میکنه، بیشتر لذت میبره. طول زندگی مهم نیست، فهم زندگی مهمه،
اون فهمی که استفاده میکنیم برای اینکه از هر لحظه زندگی خوشبختی پیدا کنیم. حیف که انسانها زندگیشونو برای کسب کردن دروغها، چیزهایی که ارزش نداره، تلف میکنن. امیدوارم این فیلم هر کی که ببینه به ارزش هر لحظه زندگی پی ببره و اینکه زندگی نایابه. فردا آدلیا 11 سالش میشه و براش میخوان جشن تولد بگیرن و به نظر خودش سال زود گذشته. آدلیا یک قهرمان یوتیوب و فیسبوک هست و بیشتر از 13 میلیون فالوور داره و حدس میزنم که همه ازش یاد میگیرن. اصولا مردم اینجور شخصیت ها رو تحسین میکنن، ولی عجیبه که ازشون یاد نمیگیرن. میخوام بهتون بگم که حتی انسان هایی که یک قطره زندگی دارن، از اون یک قطره چه شادی میکنن و چه استفاده میکنن. تعجب میکنم که بعضی انسانها که تمام کمالن و همه چی دارن، زندگیشون رو صرف بدی کردن به دیگران میکنن. How do you look? Dahlia, do you think it's fair to say you're like a little bit of a diva? I don't know. Because I am a diva. I do what I want. I do. They're cool. Are they new? Yeah. Woo! We went to the mall and we got some ice cream, cream with chocolate syrup. And then we went to Claire's. I got a wand and a tiara. Where's my tiara? Okay. امیدوارم حالا با پروژریا یعنی پیری زودرس آشنا شده باشی. بعضیا برای توضیح دادن که اینکه دخترشون بهشون نرسیدن، کمبود محبت داشته و دچار اختلال‌های روانی شده و غذا نمی‌خوره، از این مریضی پیری زودرس استفاده میکنن که توضیح گناه خودشونو بدن. آنورکسی یک مریضی است که دقیقا نمیدونیم از چی میاد، ولی میدونیم که اختلالهای روانیه که در دخترها پیش میاد، غذا نمیخورن و یه نوع خودکشی تدریجیه. من فکر میکنم خودم شخصا که اگر مادری به دخترش نگه زیباست، اون دختر هیچ وقت فکر نخواهد کرد که زیباست. اگه مادری دخترش رو دوست نداشته باشه، اون دختر هیچ وقت احساس خوشبختی نخواهد کرد. خواستم اینو بهتون بگم که فرق آنورکسی که به دلیل نامهری مادره به نظر هم تقریبا همه و من خیلی فرق داره با پیری زودرس. پیری زودرس مریضی ژنتیکه، آنورکسی یک رنجی است که شخص میبره به دلیل اینکه فامیلش یا مادرش یا اطرافیانش یا زندگی نتونسته باهاش محبت کنه. من خودم شخصا در اطراف خودم این تجربه رو داشتم که بعضی از مادرها چقدر میتونن بی‌رحم، حتی تا هل دادن به مرگ برای دخترشون باشن.